بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. وقتی تابستان به دومین ماه میرسد، شهد رطب کام کشاورزان را شیرین میکند. ساعت 6 صبح میایم داخل نخلها، شروع به کار میکنیم. هر نفر 40 تا 50 جعبه رطب میچینیم و وزنش هم که بخوای محاسبه بکنی حدودا 150 تا 170 کیلو میشه. چند روزی است که برداشت رطب نوبرانه در نخیلات دالکی دشتستان آغاز شده است. صادر میشه برای خود استان و سایر استانهای همجوار. ما از 25 تیر شروع به برداشت میکنیم و هول و هوش تا آخر مرداد رطب جمع میشه، میریم سراغ خرما. آقای برزگر که سالها نخلداری را تجربه میکند، محصول امسال را مطلوبتر از گذشته میداند. امسال از پارسال خیلی بهتره، هم تمیزتره، هم دونه درشتره، از همه لحاظ بهتر از پارساله، چرا که هوا مرطوبتر بوده، بهتر رسیده. بعدی بارون اخیره آسیبی نزد؟ نه آسیب نزده، تازه خیلی هم سود داشته به خاطر شستشو نخلا. تمیز کرده بله. تا الان چند تا جبه چیدیه؟ 70 تا. به سراغ آقای شیخی رفتیم، کشاورز دیگری که میگوید برداشت محصول کام دلالان را بیشتر از نخداران شیرین میکند. پارسال از ما خریدن 7 تومن دادن 17 تومن 18 تومن تا برسه تهران میشه 25 تومن 30 تومن. امسال ما خودمون با این وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت وسایل و امکانات کشاورزی باز همون 7500 و 8 تومنه، الان امروزه دادن مثل امروز اونا میدن 20 تومن. در استان بوشهر سطح زیر کشت نخیلات بیش از 34 هزار هکتار است. طبق حالا پیش بینی ما و حجم برداشت یه چیزی حدود 54 هزار تن مجموع خارک و رطب برداشت از نخیلات استان هست. برداشت رطب در نخیلات استان بوشهر تا زمان رسیدن محصول خرما ادامه دارد. پیش بینی می شود تا پایان فصل امسال بیش از 160 هزار تن انواع خارک، رطب و خرما از نخیلات استان بوشهر برداشت شود. حسین دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، نخیلات شهر دالکی.